سلام دوستان. خب توی این نرم افزار اکسل ما 4 تا روش MCDM رو قرار دادیم واسه اشخاصی که میخوان در واقع تصمیم گیری کنن بین چندین تا گزینه بر اساس چند معیار. خب خیلی از افراد با تصمیم گیری چند معیاره و روش MCDM آشنا هستن. 4 تا از معروفترین این روش ها رو ما اینجا آوردیم، البته AHP و ANP که دیگر روش های خیلی معروف و خیلی هم حرفه‌ای‌تر هستن تو اینجا نیست، به خاطر اینکه نوع حل اونها مقدار متفاوته با الگوریتم اینها و نیاز به در واقع ماتریس های مختلف داره. اما چون اینا رو میتونیم بر اساس دو تا ماتریس، یه ماتریس در واقع تصمیم گیری که بهش میگن decision matrix و یه ماتریس وزن های هر معیار هست، الگوریتم رو اجرا کنیم و به جواب برسیم، به خاطر از این 4 تا استفاده کنیم. بقیه در واقع روش های MCDM درست تعداد خیلی زیادی هستن، اما به نظر بنده این 4 تا روش خب روش های خیلی مناسب و خوبی بودن که جواب های بهتری رو میدن، به خاطر این 4 تا روش رو آوردیم. قبل از هر چیزی وقتی که برای اولین بار این اکسل رو باز میکنین، به خاطر ماکرو بودن و یا اینکه مثلا حالا تازه دانلود کردین، دو تا ریبون زرد میادش که در حال حاضر واسه من یه دونش اومده، سکیوریتی وارنینگ. توی هر دوتا باید اینیبل رو انجام بدین. اولیش اینیبل ادیتینگ هست که الان در حال حاضر من ندارم و دومی است که سکیوریتی وارنینگ میاد اینجا، اینیبل کانتنت هست. هر دو رو اینیبل کنید، به صورتی که اینجا من حالا یکیش رو اینیبل کردم. خب وقتی که اینیبل کنین، این ریبون های زرد میرن کنار و شما میتونین با اکسل کار بکنین و اون رو ادیت کنین. تمام الگوریتمی که اینجا نوشتیم و تمام این اکسل قابل ادیت هستش و هیچ پسوردی واسش نذاشتیم، بخاطر اینکه راحت بتونین استفاده کنین. خب ما اینجا 4 تا روش داریم. اول این 4 تا روش رو با هم دیگه ببینیم که چطور کار میکنه. کار کردنش خیلی ساده هست. شما وزن ها رو اینجا باید تعیین بکنین. نوع وزن، اینکه منفی هست یا مثبت هست رو باید اینجا تعریف بکنین. حتما باید بر اساس این لغت نوشته شده، چون اگر املاش متفاوت باشه، اولا خب ما دیتا والیدیشن گذاشتیم، نمیتونین به غیر از این دوتا انتخاب کنین. اما اگر دیتا والیدیشن رو خودتون برین وردارین و یه لغت متفاوت رو اینجا قرار بدین، خب الگوریتم ما ممکنه با مشکل مواجه بشه و ارور بده به شما. پس حتما باید این املاش به این شکل باشه. خب اگر خواستین یه معیاری رو کم یا زیاد کنین، به راحتی میتونین اون رو پاک کنین و اگر پاک کردین، اینجا اندازه جدول رو به این صورت کوچیک‌تر کنین که معیاری واسش وجود نداشته باشه. دلیت کردن شاید یه مقدار بد باشه، چون این جای در واقع دکمه اینا رو به هم بریزه. بهتره به این شیوه پاک کنین، چون تعداد زیادی هم شاید نباشه. حتی اگر تعداد زیادی هم باشه، برفرض الان من اینجا اینا رو تا این تعداد 28 میارم، میبینی که جدول افزایش پیدا میکنه. حتی اگر مثلا دونه دونه اینا رو هم تایپ کنیم، مثلا 329 رو من دونه دونه یه دونه خودم اضافه کنم، یه دونه به سطر جدول اضافه میشه. بعد اینجا تعریف بکنین که پازیتیو هست یا نگاتیو، به این صورت میتونین راحت انتخاب بکنین نوع معیار رو. معیارهای پازیتیو معیارهای مثبتی هستن که هر چقدر بیشتر باشن بهتره. به طور مثال برای اینکه من بین مثلا دو تا گزینه سوداوری محصول بخوام تصمیم گیری کنم، هر چقدر در واقع درآمد یک محصول بیشتر باشه، حاشیه سود اون بیشتر باشه، خب بهتر هست اون محصول برای من، پس پازیتیو باید باشه. اما اگر برعکس نگاه کنم و دو تا محصول رو بخوام بخرم، هر چقدر قیمت اون محصول بیشتر باشه واسه من بدتره و خوب نیستش و بخاطر این نگاتیو هستش و منفی است. به اینا میگم معیارهای مثبت و منفی که من اینجا باید تعیین بکنم اونا رو. و بعد وزن اون هست. به ازای هر کدوم از اینا ما باید وزنها رو تعریف بکنیم و اینجا عددی بین 0 و 1 قرار بدیم. ولی باید حواسمون باشه که مجموع وزنها برابر با 1 بشه. الان اگر من یک وزن رو اینجا مثلا نیم بودش، چون تعداد زیادی از معیارها رو اینجا تخصیص دادم، باید بقیه رو مثلا تقسیم بره چند تا معیار 25 شو. ببینید این باید مجموعش 1 باشه، به خاطر همین من میام کل وزنهایی که اینجا دادم و منهای 1 دارم میکنم. الان باقی مانده وزن من رو این میده، تقسیم بره
کلش رو تقسیم برای 25 میکنم که بتونم به همشون تخصیص بدم. میبینیم میشه 200 و این رو میتونم تا پایین بیارم، اما چون فرمولم میدونم به هم میریزه من این رو F4 میذارم که تکون نخوره. حالا میتونم تا پایین بیارم و به همشون وزن یکسان دادم، اما به غیر از اینها، اما میدونم که مجموعش برابر با 1 میشه، پس مجموع وزن ها باید برابر 1 باشه. حالا اگر بخوام اینها رو پاک بکنم و مثلا معیارهای جدید بذارم، کافی اول محدوده جدولم رو کوچیک کنم و بعد اینها رو دلیت عادی کنم، دلیت کیبورد رو بزنین و دلیت بشه و اینجا الان دوباره من میتونم مثلا وزنها رو طوری بدم که به 1 تبدیل بشه، الان کمتر از 1 همونطور که میبینید، یعنی که 35 رو حالا اضافه کنم که پازیتیو بوده و مقدارش 1 منهای مجموعه 1 منهای مجموعه بالایاش میشه و بعد این رو کپی از ولیو هم میتونم بکنم که بگم آقا فرمول توش نباشه و فقط عدد باشه. من الان میدونم که مجموعش برابر 1. خب این از ماتریس وزن ها. بعدش چیزی که خب باش آشنا هستیم ماتریس تصمیم هستش. توی ماتریس تصمیم به همین شیوه من میتونم یک سطح یا ستون رو اضافه کنم. چیزی که باید مد نظر داشته باشین اینه که ترتیب و تعداد این وزن هایی که اینجا تعریف میکنین با ترتیب و تعداد این ستون ها باید برابر باشه. یعنی اگر من اینجا 36 رو اضافه میکنم، اینجا هم باید 36 رو داشته باشم، وقتی که بزنم خودش یه دونه ستون به صورت عادی تیبل اضافه میکنم. و اگر مثلا من اینجا به جای 32 نوشته باشم 37، باید اینجا هم 37 داشته باشم. پس ترتیب و اولویت و تعداد اینها اهمیت داره که باید برابر باشه. و به صورت مشابه بذاریم برگردیم، اگر خواستین سطر ستون رو پاک کنین کافیه این رو دلیت بکنین و محدوده جدولتون رو به این صورت بکشین، یعنی این کوچیکه اینجا رو باید بگیرین بیارین بالا وقتی که به این صورت موستون تبدیل شد و بعد به راحتی این رو دلیت کنین. میبینین که محدوده جدول اینجا تغییر کنه. ما چیزی که داریم، الگوریتمی که داریم ران میکنیم بر اساس محدوده این جدول ها هستش. خب اینجا معیارها رو وقتی که گذاشتیم وزن ها رو میذاریم، بخشید گزینه ها رو میذاریم، یعنی انتخاب بین گزینه های مختلف. برفرض اگر محصول A1 A2 و A3 باشه من بخوام خرید کنم، بر اساس این معیارها باید این ماتریس رو به این صورت که اینجا گزینه‌های مختلف من هست و معیارهای مختلف من هست قرار بدم و بعد میام بر اساس اون مقادیرش رو قرار بدم. برفرض اگر این قیمت باشه و 34 رو قیمت در نظر گرفته باشیم، ما اینجا بنویسیم قیمت، اینجا 34 رو باید بکنیم قیمت حتما. خب میتونیم اینجا ببینیم که این 24000 تومان برفرض قیمت داره، این 25000 تومان قیمت داره و این 32000 تومان قیمت داره که میتونیم قیمت هاش رو بزنیم. یا مثلا این در واقع تصمیم یک فرد خبره باشه، خب برفرض مثال اینجا هم باید تغییر بدیم، اسم ها باید برابر باشه، تصمیم فرد خبره و اونجا اون فرد خبره اومده بین 1 تا 10 به اینا امتیاز داده و پازیتیف هر چقدر بیشتر باشه بهتر، یعنی 1 داده به این، یعنی یک گزینه مناسبی این A1 نیست، به این 3 داده که گزینه مناسب تری و به این 7 داده که گزینه بهتری هست. پس این هم تصمیم خبره هستش بر اساس کیفیت. خب بعد از اینا پس متوجه شدیم چطور وزنها رو میگیم. مثلا این نرخ شکست باشه و نگاتیو هستش، یعنی منفی، هر چقدر بیشتر باشه نرخ شکست مثلا محصول، خب نامناسب تره، و این نرخ شکست 3 باشه، 1.2 باشه و 1.5 باشه که نامناسب. اگر خواستیم محصول رو هم اضافه کنیم به این صورت میتونیم اینجا اسم محصول رو بنویسیم و بهش وزنها و مقادیر مربوط به وزنها رو بدیم و اگر خواستیم پاک کنیم کافیه دلیت رو بزنیم واسه این و محدوده جدول رو تغییر بدیم و بیاریم بالا. خب به این صورت ما میتونیم ماتریس ها رو تشکیل بدیم. بعد اینکه ماتریس ها تشکیل داده شد به راحتی میتونیم از این دکمه ها استفاده کنیم و الگوریتم ما میاد این بر اساس ماتریسمون
حل میکنه. مثلا واسه ویکور، اگر روی ویکور بزنیم میگه مقدار وی که یک وزن استراتژیک واسه ویکور هست رو به ما بده، که خیلی وقتا نیم میدن، حالا هر چقدر که هست. اما اگر وزن رو ندین اینجا بین 0 و 1 حتما باید وزن بدین، مثلا 2 دهم، 5 دهم، 4 دهم یا 8. اگر خالی بذارین یا کنسل رو بزنین، مثلا کنسل رو بزنین یا اوکی رو بزنین ولی خالی باشه، میگه ما خودمون به صورت پیش فرض نیم رو در نظر گرفتیم. به خاطر اینکه تو خیلی از مسائل پیشنهاد شده که وزن استراتژیک نیم باشه، وزن برابر دادن باشه، اما بر اساس شناخت شما و شناخت یا بر فرض آزمایشات قبلی که انجام دادین میتونین وزن رو به راحتی تغییر بدین. وقتی که اوکی رو اینجا بزنین میاد حل میکنه و یک دان رو اول به شما نشون میده که اوکی رو میزنین میگین تموم شده، و میاد اینجا یک ماتریس رو به ما میگه که ماتریس ترتیب و اولویت، مقدار وزن امتیاز نهایی هر کدوم از گزینه ها رو اینجا بر اساس توتال اسکور نشون میده، اسم آلترنتیو رو نشون میده و رنکی که گرفته، رتبه‌ای که گرفته 1، یعنی انتخاب اول بر اساس ویکور، الگوریتم ویکور A3 هست و انتخاب دوم A2 و انتخاب سوم A1 هستش. خب این واسه ویکور. بقیه که خیلی راحت تر وزن رو نیاز ندارن و کافیه رو هر کدوم بزنیم و حل رو به ما اینجا نشون میده، و مثلا الکتره، و در نهایت میبینیم که مشابه هم جواب رو دادن توی این مثال. اما تو بعضی از مثال ها ممکنه جواب ها متفاوت باشه و ما میتونیم اون وقت تصمیم بگیریم وقتی که بین 4 تا یکیش متفاوت، 3 تا یه جواب رو دادن، خب اون قطعی تره. اما وقتی که 2-2 دادن، باید شما در نظر بگیرین رو کدوم روش. مثلا SAW شاید یک روش زیاد دقیق نباشه و تاپسیس و ویکور الکتره بهتر باشن، و بعد اون وقت این رو در نظر نمیگیرین، بین این ستا ببینین کدوم جواب ها رو داده و تصمیم گیری کنین. و اما اگر خواستین الگوریتم رو ببینین، کافیه تب دیولوپر رو اینجا داشته باشین، برین تو قسمت ویژوال بیسیک. توی این قسمت ما 4 تا ماژول قرار دادیم که این الگوریتم کد شده بر اساس زبان VBA. من سعی کردم هر کدوم از گام های الگوریتم، مثلا توی الکتره شناخت گزینه ها و معیار ها قسمتی هست که من میام ماتریس ها رو میشناسم و میبینم چند تا گزینه داریم و چند تا معیار داریم، و بعد میام اون ماتریس نرمال رو تشکیل میدم اینجا که بر اساس این کد ها انجام میشه، و بعد میام ماتریس غالب و مغلوب رو ایجاد میکنم. شاید مثلا 2 تا یا 3 تا گام رو من اینجا یکی کرده باشم به خاطر اینکه کوتاه شدن الگوریتمم و چرخهای کمتری داشته باشیم. بر فرض اینجا تعداد گزینه‌ها و معیارها خیلی زیاد هستش، و اگر من بخوام به ازای هر گام یک فور بذارم، چند بار یه کار رو دارم انجام میدم، و وقتی که میتونم با یک فور انجام بدم، بخاطر این چند تا گام رو یکی کردم اینجا و با 2 تا فور 2 در 2 این رو انجام دادم، 3 تا در واقع، و جدا جدا دیگه ننوشتم. خب اینجا من گام ها رو پس نوشتم، و دیگه این که چطور الگوریتم انجام میشه، یه مقدار باید VBA بلد باشیم و یه مقدار در واقع وارد جزئیات کد بشین، و این میتونه تمرین خوبی هم واسه افرادی باشه که در واقع VBA رو تازه یاد گرفتن و با الگوریتم MCDM آشنا هستن. اما افرادی که با این الگوریتم آشنا نیستن و فقط میخوان استفاده کنن، هم در واقع واسه تصمیم گیری و انتخاب بین یک گزینه یا چند گزینه بین چند گزینه دیگر این الگوریتم استفاده میشن. مثلا بین چند روش تبلیغاتی بر اساس معیارهای مختلف، مثلا هزینه اون تبلیغات، مقدار ویوی که در واقع مشتریان دارن و غیره، مثلا توی بازار هدفمون کجا هستش، میزان تقاضا، مثلا میتونیم کمپ های مختلف رو اینجا دستبندی کنیم و انتخاب بکنیم بین محصولات مختلفی که میخوایم بخریم، بین تامین کنندگان بخوایم تصمیم گیری کنیم، بین پروژه های مختلف بخوایم تصمیم گیری کنیم کدوم رو انتخاب کنیم و کدوم پروژه رو انجام بدیم، که خیلی کاربردی هست و از این طریق خیلی ساده میتونین این کار رو انجام بدین. ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.